با این وضع اگر دوج کوین جلو بره 100 درصد عدد یک دلار رو میتونیم شاهد این باشیم که دوج کوین یکی از آرزوهای هولدرها هستش 100 درصد ببینه چون که شیب سود و پامپی که داره تجربه میکنه یه شیب بسیار فوق به سمت بالا هستش خبرها از لحاظ فاندامنتال دوج کوین بسیار قوی هستش پشت شرا چون از یه طرف ایلان ماسک رفته سمت ترامپ و این ترامپی که ما دیدیم که توی انتخابات پرنده شد یکی از کسایی هستش که هم خودش و هم وریاش ذهنیت مثبت به بازار ارز دیجیتال دارن و یکی از کنار دستیاش همین ایلان ماسکه که پشت وانش رو دوچ کوین کرده یعنی دوچ کوین خیلی میدونه می قرار رشد داشته باشه و طبیعتا از از فاندامنتال دلیل این که الان پرواز دوچ به سمت بالا همینجوری داریم میبینیم و ادامه دار هستش یکی از دلایلش ایلان ماسک و خبرهای فاندامنتالی که پشتش هستش اما خیلیا میگن که به دلار میرسه از یه طرفی خیلی میگن که این یه دچ دوباره برمیگرده به همون شیب نزولی خودش و رنج خودش و درگیر میکنه هولدر های خودش رو ولی کدوم یکی از اینا درست هستش میری مرسی میکنیم یه نکته بگم بهتون توی این چند روز گذشته از وقتی که قیمت بیت کوین 60000 تا شد حالا کاری ندارم که توی کانال یوتیوب دیگه همه منو میشناسن و میدونن که سیگنال هایی که توی قیمت 16000 دلار 20000 دلار داریم ولی اصلی ترین رفتیم رو سمتش خیلی جدی رو 60000 دلار که تاکید کردم آقا بخرید جا نمونید منتظر رشد باشید و از همونجا رفتیم رو 67000 دلار و همین چند روز پیش رو 80000 دلار یعنی رو سقف قیمت بیت کوین گفتم روی این قیمت ها نفروشید بیت کوین و الان میبینیم بیت کوین شده 86000 دلار و همینجوری مارکت کپش داره اصلا عجیب غریب رشد میکنه یعنی میتونیم بگیم یه گیری کرده اینه که بره 100000 دلار رو ببینه و ازش هم عبور کنه حتی واسه خیلی به نظر من زودتر هم میتونیم این عدد رو ببینیم اما یه نکته اینجا وجود داره اون نکته اینه که الان بیت کوین داره بیشتر از همه روش میکنه سخت باشه یکی یکی زده ولی ما بقیه ارز استارت اینها زدن که سخت رو بزنن مثلا اتریوم مثلا سولونا مثلا دوچ کوینی که الان از سخفش ببین خیلی فاصله زیادی نداره چون که بیت کوین از سختش عبور کرده دوچ کوین هم باید از سخف خودش عبور کنه یعنی از عدد 74 75 سنتی که داشت از اینجا عبور کنه و اون یه دلار خودش رو بیاد بالاخره بعد از شاید چندین سال ببینه و اون رو بیاد تا پاچش کنه حالا هر وقت از اینکه بریم ما تحلیل خودمون رو بگیم و بگم که چیکار کنید در حال حاضر نظرتون این زیر برام بنویس ببینم که شما نظرتون به چه شکلی هستش همچنان رو دوج کوین هستی خیلی دوج کوین رو از سه سال پیش چهار سال پیش خریداری کردین یعنی از وقتی که قیمتش ریخت خیلی هم رو 70 سنت حتی خرید کردن دوج کوین رو یعنی از اون تایم خریدشون رو انجام دادن ببینم که همچنان سر جای خودتون هستید نگه داشتید یا نه اما کسی که میخوام بخرنم حتما با دقت کامل گوش پس از یه طرف فی بازار وضعیتش کاملا سودی و به سمت بالا داره حرکت میکنه یکی یکی کریپتو قراره که به نظر من چون که تا به این لحظه تحلیل همشون درست بوده و هر یه تیری رو که پرتاب کردیم همش خورده به اون نشونی که توی ذهنمون بودش اون تارگتی که توی ذهنمون بودش به اون برخورد کرده و الان فکر میکنم که ما باید ارزش حالا یکی یکی به سقفشون نزدیک شدنشون رو ببینیم که الان در حال حاضر تحلیلمون رو دوچ کوین یک کریپتو دیگه هم اگر خواستی تحلیل کنی برام کامنت رو بنویسید قبل از هر چیزی تلگراممون و همین کانال یوتیوبی که دارم با شما صحبت می میکنم سابسکرایب داشته باشید این روزا ویدیوها رو خیلی با دقت کامل دنبال کنید چون که اخبار به شدت مثبت هستش برای ارزی دیجیتال و باید ببینیم که چیکار باید کنیم من همینطور طور که دارید ویدیو رو نگاه میکنید اینستاگرام هم که بچه‌ها دارن دنبال میکنم اونجا سری داریم اخبار رو میذاریم بهتون میگم که چیکار کنید اگر زمانش برسه که بگم آقا بفروشید سری ویدیو میکنم میگم بفروشید شاید تو اینستاگرام زودتر باشه بگم آقا بفروشید بفروشید تلگرامم تلگرام اونجا خ... سری خبرش رو میذارم پس سوشیال مدیای فستریدر رو حتما سابسکرایب و دنبال داشته باشی که منتظر اخبار باشی خب دوج کوین وضعیتش کاملا سعودی هستش رو به بالا داره حرکت میکنه من دوست دارم که توی تایم فریم هفتگی دوج کوین رو نگاه کنم یه شیب سعودی رو داریم ما اینجا یه مدت رنج بودیم دیگه اگر یادتون باشه این رنج ازش خارج شده و الان این سختی که شیبا اینو شیبا اینو دارم میگم همین چند ساعت پیش تحلیل شیبا هم انجام دادیم الان رو دوج کوین هستیم یادم رفته بود که فکر کردم که شیبا اینو هستش یه نکته ای که هستش روی دوج کوین ببین اینجا ما یه مقاومت مهم داشتیم دیگه این روند سودیه رو داره نشون میده یعنی روند رشد دوج کوین رو داره نشون میده یعنی هر برگشتی به سمت پایین اینجا یعنی فرصت خرید هستش که فعلا برگشتی در کار نیستش با این وضعیتی که داریم رو کریپتو کارنسی ها میبینیم چون فشار خریدار خیلی زیاده یعنی از هر جایی دارن خرید میکنن فروشنده خیلی کم شده اگر یادتون باشه یه تایمی بیت کوین رفته بود روی شیب نزولی و همه داشتن میفروختن خریدار کم بود الان فرق کرده قضیه قضیه اینه یعنی که همه دارن میخرن همه دارن اون ارزایی که جاموندن موندن رو دارن همینجوری خیلی خرید میکنن خرید میکنن بای میزنن که قیمت ها رو بیارن بالا تا همین جا که مثلا ارز دیجیتال از مابقی کریپتوکارنسی دارن رو بیان جبران کنن اما آیا دوج کوین میتونه به یه دلار برسه یعنی اون تارگت همیشه در ذهن هولدرها بوده که آیا به یک دلار رو میبینه یا نه یه روزی می میتونه این اتفاق بیفته و این روز به نظر من این روزهایی هستش که داریم سپری میکنیم یعنی همینجوری شیب ادامه باشه نهایتا به نظر من بیت کوین یه اصلاح خیلی کوچیکی خواهد داشت حالا زمان اصلاحش هم فکر نکنم الان ها باشه یه چند روز دیگه باشه میتونه باشه ولی به نظر شخصی خودم همینجوری این شیب سودی باید ادامه باشه چون از هر طرفی داریم نگاه میکنیم دلیلی برای پایین اومدن نداریم یعنی دلیلی برای پایین اومدن این باید باشه که عرضه زیاد باشه ارزم که اصلا زیاد نیستش پر تقاضا هستش یعنی دارن هی خرید میکنن هی خرید میکنن از اونور نهنگام دارن یاری میکنن یعنی به این شکل نیستش که نهنگام اجازه ندن نهنگام دارن لذت میبرن از این رشدی که بازار داره تجربه میکنه و سود خودشون رو زمانی میکشن بیرون که برسه به اون تارگت ها و اون خسته شدن داخل بازار رو ببینیم ولی فعلا اون خسته شدن داخل بازار نیستش و ما میبینیم که به سمت بالا داره حرکت میکنه پس یکی از دلایلی که دوج داره رشد میکنه فاندامنتالش هستش تکنیکالش اصلا نیستش یعنی یه خبر فاندامنتال که اونم همون ایلان ماسک هستش چون این که ترامپ توی انتخابات برنده شده و یکی از دست راستاش ایلان ماسک هستش محبوب ترین ارز دیجیتال ایلان ماسک هم که دوچ کوینه خودش گفته که دوچ کوین مال اون هستش به خاطر همین دوچ کوین اصلا چشمشو بسته و همین جوری داره رشد میکنه به سمت بالا و روندها و تارگت های جدید رو به سمت میرسونه من خیلی پر انرژی دارم صحبت می‌کنم واقعا چون که لذت می‌برم که همه بچه ها دارن سود میکنم. یکی یکی میفرستن ولتاشونو رو به بهم و میگن که آقا دمت گرم سودای خوبی که از بازار به دست آوردیم و همین جوری هی داره ادامه دار میشه و این لذت بخش برای من چون که من اوایل که کانال استارز زدم با خودم گفتم که آقا قراره که هر چی خودم میخرم رو به شما بگم و شما از این بازار بتونید یک لذتی رو ببرید و الان میبینیم که رشد بازار شده و وقتش شده که لذت ببریم از بازار و سود خودمون رو بکشیم بیرون فرقی هم نداره هر ارزش باشه چند تا ارزش بود که تاکید کردم ولی ما بقی رو نگاه کنید اکثرا یه 30 درصد 40 درصد 50 درصد 60 درصد و اینا تجربه کردن داخل بازار یعنی یه رشدی رو اومدن تجربه کردن پس دوج کوین فعلا سر راهش هیچ مقاومت خیلی جدی نیستش همین مقاومت جدی سخت قبلی خودش هستش تقریبا 60 سن تا 70 سنت که به اینجا برسه به نظر من باید یه سلامی هم به یک دلار بده و بعد تصمیم بگیره که قرار چه اتفاقی بیفته میگم شاید چندین سال پیش ما نگاه رو قیمت 70 سنت اینا خیلی ممکن نبود یعنی قیمت می میومد تر خیلی ممکن به یه دلار نمیتونستیم خیلی فکر کنیم ولی الان چون که واقعا قضیه فرق کرده و از این طرف بیت کوین هم ترکونده به سمت بالا ممکنه که ما روند سعودی خوبی رو از سمت ارزهای ریشال یکی یکی بیایم شاهد باشیم و نکته بعدی که هستش این زید برام بنویسی که چقدر دوش کوین دارید چند دلار دوش کوین دارید که خیلی از بچه‌ها از کانال ما هم حالا یه نفر بهم گفته بود که فکر کنم نزدیک 10000 دلار اینا شاید بیشتر هم خریداری کردن از دوچ کوین و یعنی سرمایه خیلی زیادی هم از طرف کانال ما بچه ما خرید انجام دادن و می بینیم که خیلی گیر اخبارش هستن و گفته بودن که خبر دوچ کوین هم برای ما بذار پس دوچ کوین آیا به سقف 1 دلار میرسه از 100 درصد اگر بخوایم بگیم 80 درصد بله خواهد رسید اون 20 درصد برمیگرده به بیت کوین که یه خبر بد بد بد, بد بیاد که اونم فکر نکنم داخل بازار خبر بد بد و ببینیم چون که اون رنج بودنش چند ماه رو 60 هزار تا دوباره 58 هزار تا اینا بودنش به نظر من اون خبر بده تموم شده و الان شیب سعودی هستش که رو به بالا باید حرکت کنیم یه چند تا نکته هم از دوش اگر بخوام بهتون بگم ببین از این ور نزولی ما شکسته شده توی تایم فریم ماهانه اگر شما بخواید دقت کنید تایم فریم ماهانش یه کمی شاید خطرناک به نظر برسه به چشم بیاد خطرناک از چه نظری میتونه به چشم بیاد از این نظر که ببین قیمت اینجا یه دونه پایین اومدنی داشتیم دیگه درسته دوباره که داره برمیگرده به سمت بالا داره کم کم نزدیک میشه به این مقاومت خودش این مقاومت میتونه کج بشه بریزه به سمت پایین اتفاقی میتونه بیفته ولی فکر نکنم که ما این شیبر رو ببینیم یعنی خیلی نگران کننده نیستش این موضوع که بگیم آقا نگران باشیم که دوج کوین رو بیایم مثلا رو عدد 35 سنت رد کنیم بره نه رو 35 سنت اینا خیلی فکر نمی کنم که گزینه باشه ولی سیو سودا فراموش نشه دیگه سیو سوداتون انجام بدید من بیشتر اگر بخوام مثلا بین این 10 تا رمز انتخاب کنم سولونا رو انتخاب میکنم اتریوم انتخاب میکنم اینا چون که فکر میکنم که باید خیلی رشد داشته باشن داخل بازار یعنی مثلا سولونا رو من مارکت کپش 100 میلیارد دلار دارم میبینم چه شمعی بنده مارکت کب 500 میلیارد دلاری دارم واسه سولونا میبینم یعنی پولهای خیلی بزرگ و به نظر من بین کریپتوکارنسی ها خب سولانا هم منطقی باشه پس دوچ کوین هم خوبه وضعیت مثبت هیچ خبر منفی وجود نداره فعلا استفاده کنید از این رشد زمانش برسه بهتون میگم که چیکار کنید بفروشید یا نفروشید میگم شما تنها کاری که باید انجام بدید ویدیو رو دنبال کنید سوشال رو دنبال کنید سوشال مدیای فست ریدر تلگراممون هستش اینستاگراممون همینجا هم سابسکرایب کنید کافیه یه دونه کامنت هم بنداز پایین ببینم که چقدر از دوچ کوین تا به این لحظه تونستید سودی رو به دست بیارید در حال حاضر توی تایم فریم ماهانه هم اگر شما نگاه کنید چی مکرم باز کنی ببین اینجا یه هشت شکل تیز داشتیم خیلی جالبه هشت شکل تیزا رو من یه تایمی توضیح میدادم و الان داریم کم کم به هشت شکل تیز خوشگلمون میرسیم و دوج کوین فاصله زیادی از این هشت شکل تیز نداره یعنی فاصله رو نگاه کنی فاصله 34 درصدی داره که برسه به اینجا یعنی رسیده به یه مقاومت و به خاطر همین باید اینجا خیلی مواظب باشیم کسی که میخواد و سود انجام بده به نظر من عدد 41 سنت سیو سود انجام دادن و رفتن سویچ کردن روی سولانا و اتریوم به نظر من میتونه خیلی گزینه منطقی تری باشه یعنی تا اینجا اومدم اینو بهتون بگم یعنی تقریبا 40 سنتینا میتونه گزینه سیو سود خوب و رفتن روی ارزهای دیشال سولانا و اتریوم میتونه خیلی به نظر من منطقی به نظر برسه من تمام نکات رو گفتم تا به این لحظه بازم اگر سوالی دارید این زیر بپرسید نظرتون رو ببینم لایک کنید کامنت بذارید دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید لذت ببرید از این رشدی که بازار داره تجربه میکنه بیت کوین واقعا خیلی میتونیم بگیم خیلی ها سود نتونسته بودن از بازار به دست بیارن یه دفعه این اتفاق افتاد یعنی هر روز داره یه رشد 10 درصد 20 درصدی رو همینجوری بیت کوین تجربه میکنه و اینو ادامه بده به نظر من خیلی زود تر از هر آن چیزی هزار دلار رو میتونیم ببینیم و خدا رو شکر تمام تحلیلامون تا به این لحظه درست بوده زدیم تو تارگت و همینجوری هم داره تمام تحلیلا درست پیش میره و ان که همینجوری این رونده مثبت باشه دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید بزن حتما دکمه لایک و تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار